ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. این صدای اعتراض تجمع روز جهانی کارگران در مقابل مجلس ایران بود که با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده. کانون پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری شمار بازداشت شدگان رو در این روز دست کم 35 نفر اعلام کرده. این تجمع به درخواست تشکل‌های مستقل کارگری در 11 اردیبهشت ماه برابر با 1 می در مقابل مجلس شورای اسلامی گزارش شده. بر اساس ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد است. اما هر گونه تجمع کارگری در ایران با هر دلیلی یا عنوانی که باشه پیوسته مورد سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته و شاید بتوان گفت که طی 40 سال اخیر هیچ مجوز قانونی برای گرامی داشته این روز صادر نشده. طبق ماده 63 قانون کار در 11 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه می در تقویم رسمی ایران به عنوان روز کارگر نامگذاری و به عنوان یک روز تعطیل رسمی برای کارگران به ثبت رسیده، اما مزایا و دستمزد روزهای کار یا بیکاری به کارگران ایران پرداخت نمیشه و اونها پیوسته به دنبال ماها معوقات مزدی خودشون هستند. 133 سال از عمر روز جهانی کارگر میگذره، اما کارگران ایرانی به دنبال صدور مجوز قانونی و یا دلایل عدم صدور برای برگزاری بزرگداشت این روز جهانی هستند. درود میفرستم بر شما شنوندگان محترم برنامه دریچه رو به آگاهی. با بخش دیگری از این برنامه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. امروز با موضوع کارگر و امنیت شغلی برنامه رو آغاز میکنیم تا بپردازیم به مسائلی که کارگران در ایران با اون مواجه هستند. ابتدا با میهمانان این بخش از برنامه آشنا میشیم. در خدمت جناب تقی صیاد مصطفی هستیم، فعال حقوق بشر، و جناب پوریا نخبه زعیم، فعال حقوق بشر در زمینه دفاع از حقوق کودک و نوجوان و همچنین دفاع از حقوق دانش. دوستان عزیز بسیار خوش آمدید به این بخش از برنامه ما. سوال اولم رو آغاز میکنم از جناب صیاد مصطفی. جناب صیاد، با توجه به اینکه اول ماه می روز جهانی کارگر هست
که به مناسبت این روز معمولا هزاران هزار کارگر در سراسر دنیا به خیابون‌ها میان تا با جشن و شادی از کارگران ممتاز و برتر قدردانی بشه، یا با تجمعات خودشون به ابراز ناخشنودی از سیاست‌های دولت می‌پردازن. اما کارگرای ایران به جای جشن و شادی با انتشار بیانیه‌هایی به صورت مشترک و مستقل خواستار امنیت شغلی و حقوق اولیه و انسانی خودشون میشن. لطفاً بفرمایید وضعیت کارگران در ایران چگونه است و خواستار چه حقوقی هستند؟ درود عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان گرامی. خدمت شما عرض شود که کارگران ایران در شرایطی اول ماه می را گرامی می دارن که حداقل دستمزد 812 هزار تومانی و تعطیلی پرشتاب کارخونه ها وضعیت معیشتی این قشر از زحمتکشان جامعه را بسیار بدتر از گذشته کرد. اونا مدام از کار بیکار میشن، حقوقاشون معوقه میشه، حبس میشن، به سختی تلاش میکنن و در نهایت روزگارشون میگذره. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتراز به وضع موجود به زندان افتادن یا از کار اخراج میشن. گفته شده که کماکان فعالان کارگری در دادگاه‌های ناعادلانه و یک طرفه بدون داشتن وکیل در حال سپری کردن دوران طولانی مدت حبس با شرایط بسیار بد در زندان‌های ایران. مراسم روز جهانی کارگر به دلیل این بازداشت‌ها و سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری در سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی از فضاهای عمومی به مکان‌های خلوت‌تر منتقل شده. الان کارگران با وضعیت فقر و بیکاری شدیدی در ایران مواجهند. در سال 1394 اعتراضات زیادی رو در اعتراض به حداقل مزد مصوب که الان در امسال 812 هزار تومان شده شاهد بودیم. این حداقل دستمزد در مقابل تورم و فساد و بیکاری و به نسبت خط فقر چند میلیونی در ایران ناچیز و یک ظلم بسیار بزرگ برای کارگران ما هستش. در اینجا من به مطالبات اصلی کارگران که مختصراً در این فرصت کوتاه اشاره می کنم. مرحله اول، همون مورد اول، پرداخت مزد واقعی کارگران به نسبت وضعیت اقتصادی جامعه ایران و جهان. مورد بعدی، برگشت به کار کارگران اخراج شده در سراسر کشور و پرداخت حقوق معوق کارگران، پایان دادن به پروسه اخراج، تهدید دادگاهی و صدور احکام زندان شلاق برای کارگران محترس و نمایندگان کارگران با اتهام‌های مثل اجتماع توانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. مورد بعد، پایان دادن به قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضا هست. مورد بعدی، تعطیلی خانه‌های کارگر که در واقع نماینده‌های رژیم در جامعه کارگری هستند برای تغییر مطالبات واقعی کارگران و ابزاری برای پیاده کردن اهداف دولت و کارفرماها هستند. مورد بعدی، پایان برخوردهای امنیتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری. و مورد بعد، مطالبه حقوق کارگران و احقاق حق کارگران نباید به اخراج کارگر ختم بشه. و مورد بعد، رسیدگی به کودکان کار خیابانی و پایان دادن به کار اجباری کودکان. کودکان نباید از طریق مافیای وابسته به حکومت مورد سوء استفاده قرار بگیرن و برای کارهایی که براشون عادت و یا به هر حال بزرگ نشدن مثل کار دستفروشی قرار بگیرن. برابری حقوق زن و مرد در گرفتن دستمزدها و حقوق بسیار قابل آهز اهمیت هست. برابری زن و مرد در اختیار گرفتن شغل و پایان دادن به تبعیض جنسیتی برای زنان شاغل و حق ایجاد تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری مستقل باید رعایت بشه و حق اعتراض صنفی و اعتراضات کارگری باید
به شکل علنی و گسترده رعایت بشه و نباید اعتراضات کارگران را سرکوب بکنند. اعتراضات کارگران نشون میده که اونها به افزایش قیمت‌ها و تورم معترضند. از سوی دیگه خواسته های اونا پافشاری بر حق برخورداری از تشکل های مستقل کارگری بوده. من در خدمتتون هستم خانم. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب صیاد. در خدمت میهمان دیگر برنامه‌مون هستیم جناب پوریا نخبه زعیم. بسیار خوش آمدید در این بخش از برنامه جناب نخبه زعیم. لطفا برای شنوندگان بفرمایید امنیت شغلی به چه معناست و جایگاه اون در حقوق ایران کجاست؟ ممنون. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و خیلی خوشحال هستم در خدمت شما عزیزان. خب تعریف های مختلفی ما از امنیت شغلی داریم. بعضا عزیزان فکر میکنن که امنیت شغلی خلاصه میشه تو این که فقط ما بتونیم یک شغل دائمی داشته باشیم و اینکه ترس از بیکار شدن نداشته باشیم. ولی خب شاخه های زیادی داره امنیت شغلی و من به چند تاش اشاره میکنم که خب میتونیم اشاره داشته باشیم به اینکه عزیزانی که کار میکنن در یک کشوری در یک محیطی بتونن وارد مشاغلی بشن که بهش علاقه دارن و مورد دیگه اینکه آزادی داشته باشن و اینکه یعنی این امنیت رو داشته باشن که بتونن تغییر شغل بدن و ترسی از این بابت نداشته باشن. شرایط خوب در محیط کار و اون همبستگی بین همکاران و اون حس راحتی بین همکاران حائز اهمیت هست و داشتن آزادی اظهار نظر در مورد اگر ایده‌ای دارن، اگر خلاقیتی دارن، این احساس براشون شکل بگیره تو محیط کاریشون که بتونن اینها رو آزادانه به نمایش بذارن. و خب میرسیم به این که خب نداشتن ترس از این که بیکار بشن از این. یعنی یک گارانتی واسه این که بیکار نباشن یا این که شرایط مالی براشون تأمین بشه در صورت بیکار شدن. و خب تأمین سلامتی فرد در محیط کار، این که خب مشاغلی هستن که سخت و زیان‌آور هستن و اینها باید شرایط ویژه‌ای واسه شون در نظر گرفته بشه. اینها تا حدودی ما اشاره‌ای داریم به فاکتورهایی که میشه گفت امنیت شغلی و در خصوصش در ایران. خب متاسفانه ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم. یعنی که خب عزیزان فقط مشاغلی رو پیدا میکنن که بتونن مخارج زندگیشون رو تامین کنن و بیکار نباشن و معدود افرادی پیدا میشن که بتونن به مشاغل مورد علاقهشون وارد بشن و بتونن فعالیت کنن. خب شرایط تغییر شغل وجود نداره چون به سختی کار به وجود پیدا میشه توی ایران و معمولا عزیزانی که وارد یک شغل میشن انقدر از خودشون مایه میذارن که تا بتونن تو اون کار و اون شغل پایدار بمونن و به طور میشه گفت نظر سابکار خودشون رو جلب کنن که خب اینها باعث میشه که آسیبهایی رو در بر داشته باشه. خب شرایط خوب در محیط کار، خب اینکه کارها به طور سخت و به طور اینکه با استرس و با شرایط خوبی پیش نمیره که طبیعتاً نمیتونن اون همبستگی و اون مهر و محبتی که تو محیط کار بین همکاران باشه رو در اکثر نقاط محیط کاری نمیتونیم پیدا کنیم. خب طبق شرایط کلی کشور ایران اصلا آزادی اظهار نظری وجود نداره که یک شخصی بخواد اظهار نظر کنه و خلاقیتش رو بگه. ببینید
الان مثلا توی جوامع اروپایی و دیگر کشورها بیشتر فوکوسشون رو میذارن رو این که افراد برن دنبال خلاقیتشون، هزینه میکنن و سرمایه گذاری میکنن روی کسانی که ایده های تازه‌ای دارن و خب نوآوری میکنن و آزادن که افکارشون رو به طور آزاد نشر بدن و حمایت هم میشه. خب متاسفانه این در ایران وجود نداره و نمیتونه به روی سرمایه گذاری بر روی خلاقیت های کارمندان و کارگران وجود نداره و یه پرسه ای رو دنبال میکنند فقط به نفع ساکور و اون برنامه کاری ساکور. و یکی از موردهای خیلی مهمی که هست در مورد امنیت شغلی، این که ترس از بیکار شدن. ببینید وقتی که شما یک مدرک رو یا یک دوره ای رو میگذرونید که وارد یک شغلی بشید، خب یه سری فاکتورها لازمه واسه در نظر میگیرید. یکی این که راحت بتونید کار پیدا کنید، یکی این که ساعات کاری خوبی داشته باشید که بتونید هزینه های زندگیتون رو تامین کنید، و یکی این که دیگه اگر یک روزی هم اولا که ترسی از بیکار شدن نداشته باشید و اگر روزی هم بیکار شدید شرایطی رو دولت برای شما در نظر بگیره که شما در هزینه های روزمره زندگیتون نمونید. خب همونطوری که دوستم عنوان کردن جناب سیاب، حقوق های خیلی پایین دریافت میشه توی ایران، ساعات کاری سنگین هست و اینکه امنیت شغلی نیست و همینطور هزینه های زندگی خیلی بالا هست نسبت به درآمدهای افراد. خب من یک چیز دیگه ای رو میخوام در مورد امنیت شغلی، شغل و شرایط اون توی ایران بگم. یکی از مسائل خیلی حائز اهمیت توی یک شغل اینه که احترام داشته باشی توی شغلتون. مثلا یک کسی که در خیابان‌ها تمیزکاری میکنه، به قول خودمون سفور شهرداری، با اون شخصی که پزشکه باید توی یک جامعه آموزش داده بشه که هر دو از یک درصد احترام برخوردار باشن، یعنی جفت اینها واسه جامعه ما مفید و حائز اهمیت هستن و اینکه هیچ کس از هیچ کس برتر نیست، کسی نباید بابت شغلی که داره خجالت بکشه و شرم زده بشه، که متاسفانه در این مورد ما خیلی ضعف داریم توی کشورمون توی ایران و باید این آموزش ها از پایه داده بشه به عزیزان که هر کسی آزاد شغلش انتخاب کنه و هر شغلی حائز اهمیت و قابل احترام است. خب من در خدمتتون هستم در ادامه صحبت ها خانم مرادی. سپاسگزارم از شما جناب نخبه زعیم. از نکته هایی که اشاره فرمودید، در خدمت مهمان دیگر برنامه‌مون جناب صیاد هستیم. جناب صیاد، مطابق بند 4 از ماده 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکنه که هر شخصی حق داره برای حفاظت از منافع خودش اتحادیه های صنفی تشکیل بده یا به اتحادیه های صنفی بپیونده. وظیفه اتحادیه یا تشکل ها برای کارگران چگونه است و آیا این آزادی تشکیلات اصلا در ایران وجود داره؟ لطفا بفرمایید. بله، ممنون از سوال بسیار خوبه و به جای شما. واقعیت اینه که تشکل تنها وسیله‌ایه که کارگران زن و مرد میتونن از اون طریق برای تامین منافع خودشون تصمیم بگیرن و اون را مورد حمایت مستمر خودشون قرار بدن. یکی از ویژگی‌های چنین تشکلی اینه که در مقابل اعضای خودشون قبول مسئولیت بکنن و آرزوها و تمایلات کسانی را که آزادانه وارد اون بشن یا شدند به صورت مقاصد اصلی ترغیب بکنن. چون کارفرمایان و دولت هر چقدر هم مسلح و خیر شناس باشن، خیلی باشن، با
بازم نمیتونن وسیله تامین کامل منافع پراکنده کارگران رو فراهم بکنن. و در حال اون که این امر از طریق تشکل‌های کارگری و با انجام یک انتخاب دست جمعی و در نظر گرفتن منافع اکثریت وسیع امکان پذیرتر خواهد بود. سازمان‌های کارگری در کشورهای مختلف عناوین مختلفی دارند، متفاوتی دارند، مثل اتحادیه، فدراسیون، کنوانسیون، سندیکا، انجمن صنفی و یا کانون. به طور کلی هدف از تشکیل سازمان‌های کارگری حفظ و حمایت از منافع کارگران و کمک به افزایش بهره‌وری کار و مشارکت در کنترل امور اقتصادی و اجتماعی کشور. البته میزان تاکید هر یک از هدف‌های فوق که خدمتتون عرض کردم متناسب با نوع نظام مستقل در کشور متفاوته، اما صرف نظر از هر عنوانی برای اون که سازمان‌های کارگری بتونن کار ویژه خودشون رو به نحو شایسته ایفا بکنن، موضوع مهم حفظ استقلال اونها در مقابل دولت و سازمان‌های کارفرمایی هستش. در اینجا خدمتتون عرض کنم که اولین اتحادیه کارگری ایران در سال 1290 هجری شمسی تشکیل شد. در این تاریخ کارگران ماهر به خصوص کارگران چاپخانه‌های تهران اتحادیه را تشکیل دادند و از اون تاریخ تا کنون تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در ایران فراز نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده. نقایصی که قابل اصلاح هست که به شرح زیر خدمتتون عرض می‌کنم در تطابق سیستم حقوقی ایران با معیارهای حقوق بشری در زمینه آزادی سندیکایی وجود داره. مورد اول اینه که عدم رسمیت و شناسایی حق تأسیس تشکل‌های مطابق با استانداردهای بین‌المللی. مورد دوم عدم استقلال در فعالیت برای سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری موجود. مورد سوم نظارت و دخالت نهادهای دولتی و نقص استقلال تشکل‌ها. مورد چهارم تبعیض در استیفای حق مشارکت در تشکل‌ها. مورد پنجم و آخر فقدان مبنای قانونی در حقوق موضع آزادی سندیکاهایی برای تمامیت مزدبگیران جامعه. نکته قابل مهم و شایان قابل توجه اینه که خیلی کلیدی هست در درک حق آزادی سندیکایی در ایران، این واقعیت هستش که علارغم عضویت دولت ایران در سازمان بین‌المللی کار و پذیرش برخی مقوله‌نامه‌های اونان، دولت ایران تاکنون عضویت در مقوله‌نامه‌های بین‌المللی سال 87 و 98 کار که ناظر به آزادی و استقلال تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری میباشد را تصویب نکرده و از پذیرش اونا هم امتناع میکنه که نشان دهنده نوعی ممنوعیت عام آزادی سندیکایی هستش که در نتیجه اون پروسه تشکیل و فعالیت تشکل‌ها و سندیکاهای خودجوش و واقعی کارگری مسدود شده. من در خدمتتون هستم سرکار خانم امارادی. سپاسگزارم از توضیحات شما در مورد تشکل و سندیکاها که برای شنوندگان داشتید. در خدمت جناب نخبه زعیم خواهیم بود مجدداً. جناب نخبه زعیم، در صحبت‌هایی که در ابتدا بیان داشتید به یه نکته اشاره کرده بودید که احترام به شغل میتونه یکی از بارزترین نکاتی باشه که در زمینه آموزش باید براش بصرسازی بشه، و در این زمینه این سوال مطرح میشه که وظیفه دولت و دانشگاه‌ها در زمینه ایجاد امنیت شغلی چه میتونه باشه با در نظر گرفتن اینکه احترام باید یک فرهنگ آموزشی هم به عنوان یک فرهنگ آموزشی مورد توجه خاص قرار بگیره. بفهمید لطفاً. بله خانم مرادی، من میخواستم یک مقدار فراتر برم اگه اجازه بدید. در مورد دانشگاه ها ما باید به عقب‌تر برگردیم، یعنی
در واقع باید به مدارس برگردیم و حتی این آموزش ها خیلی از پایه باید داده بشه به بقیه. من خودم شخصا پدرم یک کارگر و بخوام اینو توضیح بدم که همیشه شرم داشتم از اینکه به اون دوسته که پدرش مهندس بود بگم که پدر من یک کارگره. ولی خب الان که در اینجا نشستم میفهمم که چقدر اهمیت داشت شغل پدر من و چقدر کار سختی بود و چه زحماتی کشیدم و این آموزش ها باید از تو همون پایه در مدارس به کودکان داده بشه که این افکار شسته بشه و با اون افکار باز بیان که در آینده در انتخاب شغل خودشون هم به مشکل بر نخورن و بتونن آزادانه تو هر شغلی که میخوان وارد بشن، نه فقط به این فکر کنن که کدوم شغل کلاس کاری داره یا توی اجتماع ما این شغل حائز اهمیت و قابل احترام. باید آموزش ها داده بشه به تو از پایه که تمام شغل حائز اهمیت و قابل احترام هستن. و قسمت دیگه‌ای که هست این که برای داشتن هر شغلی، یعنی من میگم هر شغلی، یعنی پیش پا افتاده ترین کار توی اجتماع، باید کورس‌هایی و دوره‌هایی برای آموزش صحیح این شغل‌ها در اختیار مردم اجتماع قرار بگیره. مثلا من مثال میزنم، یک نظافتچی باید بدونه که به طور کامل و به طور صحیح و کامل چطور میتونه این کارش رو انجام بده با کمترین هزینه. و خب توی دانشگاه ها مسئله که الان ما توی ایران باهاش رو در رو هستیم این که دادن مدارک جعلی و حق و ناحق کردن و شرایط سخت تحصیلی برای کسانی که شرایط مالی ندارن، یعنی باید تمام این شرایط در اختیار مردم قرار بگیره تا بتونن تسهیلات لازم رو داشته باشن برای دریافت شغلاشون و پیدا کردن شغل‌های مورد نظر و مورد علاقه‌شون. و اینکه در خصوص پیدا کردن شغل هم اینکه به توجه به تجربه و مدارک عزیزان داشته باشن، نه توجه به ضوابط و روابط افراد. این مسئله یک هست که خیلی مهم هست و معضل بزرگ ایران هست که الان در تمام نقاط مدیریت در ایران که ما نگاه میکنیم اکثرا بر اصل روابط و ضوابط بر سر کار و تقسیم کردن ساعات کاری وظیفه دولت هست که هیچ شخصی تو هیچ کشوری بیکار نمونه، یعنی جوری این سیستم رو تنظیم کنن که تمام افراد دارای شغل باشن و در نهایتاً دارای امنیت شغلی باشن. وظیفه دولت اینه که من میتونم به ماده 22، 23 و همینطور ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کنم که خب توی ماده 22 اشاره به این داره که هر شخصی حق امنیت اجتماعی داره و اینکه باید تمام شرایط رفاهی واسش در نظر گرفته. حق امنیت کار اشاره میشه توی ماده 22، 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه هر کسی آزادانه میتونه کار خودش رو انتخاب کنه و امنیت کاری خودش رو تامین کنه. و این شب وظیفه دولت هست که این شرایط رو واسهشون فراهم کنه که هر کسی بتونه شرایط کاری خودش رو خودش تصمیم بگیره و داشته باشه. نقطه دیگه که توی ماده 24 بهش اشاره میشه، نگاه کنید ما مشاغلی داریم که تو ایران سخت و زیان‌آور هست، یعنی یک کارگری که شب کاری داره باید اینها حق استراحت و فراغت بهشون داده بشه و اینکه در نظر گرفته بشه نسبت به شغلشون و همینطور تحصیلاتی بهشون داده بشه در خصوص شغلاشون. مثلا
مشاور درمانی مثلا شرایط پزشکی رایگان واسه شون در نظر گرفته بشه که اینها رو چکاپ کنن که سلامتی این افراد به خطر نیفته، که خب متاسفانه ما هیچ کدوم اینها رو توی ایران نداریم و میبینیم که کسانی بر سر کار هستن مدیریت میکنن که تحصیلات ندارن و تجربه کاری ندارن و فقط صرفاً به خاطر اینکه رابطه‌ای با سران مملکت دارن وارد یک شغلی شدن و بله و این مسائلی هست که امروز روز ما در ایران باهاش روبرو هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر بهش رسیدگی بشه. من مایک رو آزاد میکنم، در خدمتتون هستم عزیزان در ادامه برنامه. سپاسگزاری میکنم از توضیحات شما جناب نخبه زعیم عزیز. در ادامه برنامه میخواییم برگردیم به همون اعتراضات مردم و کارگران که در نتیجه فشار اقتصادی، پاسخگو نبودن دولت و همونطور که جناب نخبه زعیم هم اشاره کردن بی‌مسئولیتی و احساس مسئولیت نداشتن مسئولین در این دولت منجر میشه به این که کارگران در گوشه و کنار دست به اعتراض میزنن و در نهایت جناب صیاد لطفاً بفرمایید توضیح بدید که نتیجه پاسخگو نبودن دولت به این اعتراضات مردم چه نتایجی رو به دنبال داره؟ این رو لطفاً بفرمایید. مایک برای شما آزاد هست، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، ممنون از سوال خوب شما. در جریان همین اعتراضات دیمای سال 96 پس از اون حتی بسیاری از تحلیلگران معترضان را با القاب معترضان اقتصادی توصیف می‌کردند. تحلیلگران اقتصادی و سیاسی معتقدند که این مسئله تنها اشاری به اقشار کم درآمد نیستش و در واقع طبقه کارگران معنای گسترده‌تری پیدا کرده. در ایران معلمان و فرهنگیان که در دهه‌های گذشته هم تحت عنوان طبقه متوسط طبقه‌بندی می‌شدند، حالا در بیانیه‌هاشون خودشون رو هم سرنوشت و هم داستان طبقه کارگر می‌دونن. به عبارت دیگه می‌تونیم بگیم که طبقه کارگر و جنبش کارگری دیگر تنها به عنوان کارگر صنعتی تعریف نمیشه و از گستردگی بیشتری برخوردار هستش. موضوع دیگری که این فصل از مبارزات و اعتراضات کارگری را که بسیار از مبارزات کارگری قبلی و بعدی متفاوت میکنه، پاسخ قهرآلود سیاسی و عدم تأمین مطالبات اقتصادی کارگران از طرف دولت هست. حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنرانی خودش به مناسبت روز کارگر سال 1398 همین امسال از کارگران خواست شیفت های بیشتری کار بکنند. علیرضا محجوب هم رئیس خانه کارگر تصدیق کرد که خواست کارگران حداقل دستمزد 3,700,000 تومان بوده باید باشه، اما دولت در عمل وضعات اون رو نداره و در نهایت تنها 400,000 تومان به حداقل حقوق کارگران اضافه کرد. از سوی دیگه احضار و بازداشت های فعالان مستقل کارگری در یک سال و نیم گذشته و همچنین سرکوب تشکل های مستقل کارگری پاسخ قهرآلود حکومت به اعتراضات اقتصادی به شما میاد. به نظر میرسه که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، کارگران در سال پیش رو با شرایط دشوارتری مواجه بشن. پس از فراخوان‌های مستمر تشکل‌های کارگری برای تجمع و اعتصاب در سال گذشته، در یک سال گذشته، سرانجام این تشکل‌ها تونستن در روز کارگر سال 98 امسال تجمعی بسیار چشمگیری برگزار بکنن. عملا در روز کارگر سال 98
دو تجمع بزرگ برگزار شد، یکی بدون مجوز بوده و به دعوت تشکل‌های مستقل و دومی با مجوز و در مقابل وزارت کشور بوده. نشونه ای از اینکه تشکل‌ها نزدیک به دولت از جمله شوراهای اسلامی کارگران که دیگه چون مثل گذشته نمیتونن دیگه کارگران را نمایندگی بکنن. انتظار میره با ادامه شرایط سخت اقتصادی در ایران اعتراضات کارگری بیش از پیش گسترش پیدا بکنه. در چنین پس زمینه‌ای احتمالاً تشکل‌های مستقل بیشتری هم به وجود خواهند آمد، سر بر بیرون خواهند آورد، چنانکه در هفته گذشته نیز شماری از بازنشستگان اعلام کردند که تشکل تازه‌ای ایجاد خواهند کرد. تشکل‌های مستقل معلمان در ایران اعلام کرده که یک روز پس از 1 می یعنی روز جهانی کارگر به مناسبت روز معلم 12 اردیبهشت تجمع بزرگ و وسیع هم برگزار خواهند کرد. من در خدمتتون هستم. عرضم به اتمام رسیده سرکار خانم مادی. من هستم در خدمت. سپاس از توضیحات شما جناب صیاد. با توجه به صحبت شما عزیزان و مطابق موضوع برنامه که به مناسبت روز کارگر و امنیت شغلی بود، اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که حق امنیت اجتماعی و حق امنیت کار که دو فاکتور مهم از حقوق اولیه و انسانی مردم هست، به اونها داده نمیشه و بیتوجهی میشه، چه از طرف دولت چه از طرف مسئولین. جناب نخبه زعیم، در سایه نبود این حقوق اولیه، امنیت شغلی در جامعه ایران با وضع کنونی دچار خدشه شده. حالا فکر میکنید که چه مشکلاتی و چه عواقبی رو برای جامعه کارگری به دنبال خواهد داشت؟ صحبت شما رو میشنویم، بفرمایید. بله، همونطوری که مشاهده میکنید توی ایران الان مردم ایران جز به خشمگین ترین مردمان دنیا هستن. به خاطر اینه که ببینید وقتی که یک فردی تو محیط کارش قرار داره، دائما این فکر رو تو سرش میپرورونه که آیا سال دیگه همین موقع من سر همین شغل هستم، یا اصلا الان شرایط انقدر نمیدونن افراد در موقعی که دارن کار میکنن نمیدونن که آیا هفته آینده همین شغل رو دارن. و مردم دائما با این افکار که خب چی کار باید بکنن. ببینید سیستم کلن از پایه مشکل داره و به جای این که برای رفاه مردم باشه علیه رفاه مردمه. ببینید من میخوام یک بک‌گراندی به شما بدم. فکر کنید یک خانواده، اولا امنیت شغلی واسه بانوان توی کشور ما وجود نداره. خب این یک بحث خیلی وسیع هست که تو برنامه های دیگه میتونیم بهش بپردازیم و باید کاملا روش وقت بذاریم که بانوان امنیت شغلی تو ایران ندارن. خب در نتیجه یک نفر تو یک خانواده کار میکنه، یک پدر هست که باید به تنهایی تمام مخارج یک خانواده رو به دوش بکشه. این مخارج مخارج لباس، خورد و خوراک واسه فرزندان، خودش، همسرش، هزینه های تحصیل، هزینه های رفت و آمد و اجاره خونه و فاکتورهای دیگه. حالا کسانی هستن که اکسترا علاوه بر همه اینها قسط هایی هم دارن، خرید هایی کردن. حالا شما فکر کنید اینو داشته باشید تو ذهنتون و اینکه طرف دائما ترس این رو داره که این کارش رو از دست میده و اگر از دست بده چی میشه، دائما این استرس رو داره با خودش هم میکنه. خب طبیعتا این استرس رو وارد خانواده میکنه، وارد خانواده میکنه و اون کودک میخواد از اون پدر یاد بگیره، میخواد
اون پدر رو الگوی خودش قرار بده بره توی یک اجتماع. خب اینجا ما داریم شکل میدیم توی یک آینده یک کودکی که با مشکلات روحی و روانی و عدم آموزش صحیح روبرو هست. و وسیع ترین مشکل این موضوع این هست که این استراب و این استرس ها وارد اجتماع میشه. یعنی شخصی پشت ترافیک میبینید درگیر میشن با هم دیگه و مردم اصلا اعصاب ندارن به خاطر اینی که دائما با استرس دارن زندگی میکنن و خب شرایط روانی افسردگی استراب دائم. خیلی ها دست به خودکشی میزنن، نمیتونن کشششو دیگه ندارن و واقعا نمیتونن مخارج زندگیشون رو برسونن و دست به خودکشی میزنن. خیلی ها دچار افسردگی های شدید میشن و ما وقتی که صحبت از اینجا صحبت از یک فرد میکنیم، یک فرد توی یک جامعه مولده. یعنی اگه یک فرد شاد وارد یک جامعه بشه چندین نفر رو میتونه شاد بکنه. اگه یک نفر افسرده وارد یک محیط بشه این افسردگی خودش رو انتقال میده. در صورتی که ما میتونیم بگیم که در اکثر مردم ایران افسردگی رو دارن و با شرایط استرس و افسردگی ها و دپرشن دارن زندگی میکنن به خاطر اینکه امنیت شغلی ندارن. و خب اینها همش باعث میشه که این افراد سرخوردگی ها و ناکامی هاشون دست به خاطر سرخوردگی ها و ناکامی هاشون دست به رفتارهای ضد اجتماعی بزنن. خب این رفتارهای ضد اجتماعی میتونه الگوهای بدی واسه کودکان باشه، میتونه الگوهای بدی، یعنی این هست در واقع الگوهای بدی واسه یک اجتماع هست و باعث تخریب افکار عمومی و همینطور اموال عمومی میشه به شکل‌های مختلف. خب متاسفانه ما امروز روز شاهد اینها هستیم. ما به خاطر سایه نداشتن امنیت شغلی میبینیم که رشد اعتیاد تو کشور ما خیلی زیاد هست. به خاطر نداشتن امنیت شغلی میبینیم که رشد فحشا تو کشور ما خیلی زیاد هست. به خاطر امنیت شغلی مرگ و میرها بالا هست و سن خودکشی خیلی پایین هست. مسائل دیگه که میشه بهش اشاره کرد که امروز روز مردم ما ندارن ولی در صورتی که باید داشته باشن و متاسفانه ندارن و همینطور این مشکلات هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه. خب شما تصور کنید که اگه در یک خانواده زن و مرد بتونن شغل داشته باشن، بتونن امنیت شغلی داشته باشن، یعنی این که بیمه های واسه شون در نظر بگیرن که اگر شما از کار بیکار شدی ما حقوق دریافتی شما رو به شما میدیم تا موقعی که کار پیدا کنید، یا تنظیم کنن حقوق ها رو با مخارج من جوری که با هم بخون. خب ما چه اجتماع پاک و سالمی میتونیم داشته باشیم، مردمان شادی میتونیم داشته باشیم، ولی از اونجایی که اینها رو نداریم متاسفانه انقدر مردم درگیر مسائل اقتصادی و مالی هستن که دیگه به مسائل مهم دیگه ای نمیتونن برسن. خب طبیعتاً این مشکلات، مسائل و این عوارض همه‌گیر هست توی ایران و همینطور پخش میشه. این نیست که ما بگیم فقط مختص به یک فرد هست، این فرد انتقال میده و تمام اینها بین مردم فراگیر. بله من دردتون هستم در ادامه برنامه، مایک رو آزاد میکنم خدمتتون. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب نخمه زعیم. برنامه ما به اتمام رسیده و در انتها میخوام از شما عزیزان اگر صحبتی یا صحبت خاصی برای شنوندگان دارید میتونید در به مدت خیلی کوتاه یک یا دو دقیقه با شنوندگان صحبت خاص خودتون رو به مناسبت موضوع این برنامه و یا روز جهانی کارگر میتونید برای
این عزیزان داشته باشید. من مایک رو برای جناب صیاد آزاد می کنم. اگر صحبت خاصی دارید در خاتمه این برنامه بفرمایید جناب صیاد. نه ممنون که منو دعوت کردید در این برنامه. در خاتمه ضمن گرامی داشته روز جهانی کارگر برای تمامی زحمت کشان و کارگران در ایران و سراسر جهان و شما تشکر می کنم به خاطر برنامه خوبتون. امیدوارم که چنین برنامه هایی بتونه نقش آگاهی رسانی برای مردم خوب ایران سرزمین ما داشته باشه. ایام به کامتون. سپاسگزارم از حضور شما جناب صیاد. جناب نخبه زعیم اگر شما هم صحبت خاصی دارید در بخش پایانی میتونید با شنوندگان محترم این برنامه داشته باشید. بفرمایید لطفا. ضمن تشکر بابت برنامه خوبتون و امید به این که بتونیم پیامی رو به گوش هموطنان عزیزم برسونیم، من عرض تبریک دارم بابت روز جهانی کارگر و از همینجا بوسه به دستان تمام کارگران در تمام دنیا میزنم و امیدوارم به امید اون روزی که مردم ایران احقاق حق برسن و بتونن حق و حقوق خودشون رو بگیرن و به اون درجه از آگاهی برسن و جایگاه هر شغلی و احترام هر شغلی رو در نظر بگیرن. شاد و سلامت باشید. سپاسگزارم از شما عزیزان از حضورتون و مشارکت فعالتون در این بخش از برنامه. شنوندگان محترم برنامه دریچه رو به آگاهی، برنامه دیگرمون در اینجا به اتمام میرسه. با موضوع کارگر و امنیت شغلی در خدمت شما عزیزان بودیم. ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر، امیدواریم در سایه آگاهی و رشد اطلاع رسانی این مسائل به سوی تحلیل پیش بره و مشکلات مردم بتونه آسان‌تر بشه. مردم این حق رو دارن که از حقوق ذاتی و انسانی خودشون آگاه بشن تا بتونن اون رو اعاده کنند. سپاسگزارم از حضور میهمانان این برنامه و توجه همه شما دوستان و شنوندگان محترم برنامه دریچه رو به آگاهی و همچنین سپاس ویژه حضور جناب ابوالفضل پرویزی همکار عزیزمون که در بخش ضبط و تدوین این برنامه پیوسته یاریگر ما هستند. تا برنامه دیگر، بدرود.